درود به همه، اینجا کانال اسرار ماوراست. امروز میخوایم هیپنوتیزمای بابک خسرونژاد در مورد سفر در زمان رو بررسی کنیم که برای علاقمندان به ماورا ایجاد سوالات بسیاری کرده. اینکه آیا این اجراها واقعی هستن و اگه واقعی هستن چه توجیهی براشون وجود داره؟ اول برای اونایی که این ویدیوها رو ندیدن یه توضیح مختصر میدم. ایشون از اساتید هیپنوتیزم ایرانه که برخی اوقات عده‌ای رو هیپنوتیزم میکنه و این افراد به گذشته میرن و با افرادی در گذشته مثل حلاج یا سرکارگر هخامنشیان صحبت میکنن و اطلاعاتی به ما میدن، یا شخصی زندگی قبلیش رو به یاد میاره که در بازار قدیمی آمریکاست و به زبان انگلیسی صحبت میکنه. البته این ویدیوها فقط محدود به سفر به گذشته نیست و در مورد خیلی چیزها از جمله اتفاقات بعد از مرگ یا قبل از مرگ یا ملاقات با فرازمینی ها هم انجام شده. برخی افراد معتقدند که این ویدیوها جعلیه یا این افراد در حال فیلم بازی کردن هستند. در جواب به این دوستان باید بگیم که در هیپنوتیزم این تجربیات امکان پذیره و این نوع اتفاقات رخ میده، یعنی فقط محدود به تجربیات این هیپنوتیزر نیست. البته ما نمیتونیم به طور قطع تضمین کنیم که ویدیوهای ایشون هم واقعی باشه، اما با توجه به شناختی که از هیپنوتیزم داریم ویدیوهای ایشون هم با تیغ و کام واقعی در نظر میگیریم. اما آیا واقعی بودن این تجربیات به معنی درست بودنش هم هست؟ در واقع آیا حقیقت هم داره؟ امروز میخوایم این مورد رو بررسی کنیم. جناب پاریان ایرانی هستن؟ یعنی بله. و جناب پاریان از مهندسین ساخت این بنایی که قرار راجب بهش صحبت کنیم هستن؟ یکی از مهندسین هستن ولی طراح نیست. آها، خب آگاهی راجب این بنا کامل دارن، میتونیم سوالاتی رو بپرسیم؟ بله، من یکی از مهندسین ارشد این بوده. آیا برای ساختن این بنا از اسیران جنگ ها استفاده میکردن یا کارگرانی که اونجا کار میکردن برای دولت حقوق میگرفتن؟ میگه خیر، ما هیچ وقت برده‌داری نکردیم، همه دارای مزایا و حقوق بودن و حتی بیمه. هدف از ساخت بنایی به این بزرگی چی بوده؟ کسی به کوروش بزرگ داده یا در ذهن خود کوروش بزرگ بوده؟ کوروش بزرگ مترجم میشه. خب ما چون کشور امپراتوری هستیم، اولین امپراتوری بزرگ هستیم و برای مراجعات کشورها و کسانی که میان خدمت ما حداقل جایی رو داشته باشیم، اول نام ایران سرزنده و سربلند باشه و بعد هم این مراجعات باعث بشه که یک جای خیلی خیلی شیک و زیبایی در ذهنیت همه باقی بماند. چندین تئوری برای توجیه این پدیده وجود داره، اما نکته مهمی در هیپنوتیزم هست که باید بهش توجه کرد. ایشون وقتی به سوژه میگه الان تو رو به زمان هخامنشیان میبرم و کسی رو پیدا کن و باهاش صحبت کن، این یک نوع تلقین دستوری مثبته و سوژه اینو در ذهنش میسازه. یعنی اگه کسی رو هیپنوتیزم کنیم و بهش بگیم الان یه شیر کنارته، اون شیر رو تجسم میکنه و وحشت زده میشه، اما واقعا شیری کنارش نیست. در هیپنوتیزم باید به این نکته مهم توجه کرد. سوژه حرفای ما رو تلقینات مثبت در نظر میگیره و معمولا کاری به درست یا غلط بودنش نداره. برخی در مورد هیپنوتیزم های ایشون به این نکته اشاره کرده بودن که چطور ممکنه سوژه به زبان فارسی امروزی با کارگران هخامنشی صحبت کنه و اون شخص هم به فارسی امروزی که با کلمات انگلیسی در آمیخته به سوالات پاسخ میده. بعضی ها اینطور توجیه کردن که ارتباط به صورت تلپاتی و روحیه، بنابراین صحبت ها به طور اتوماتیک ترجمه میشه یا منظور همو میفهمن. اما سوال مهمتر اینه که الان سوژه داره با کی حرف میزنه؟ آیا با روح کارگر حرف میزنه؟ یعنی روح کارگر همچنان مشغول ساختن پاسارگاده؟ آیا به گذشته سفر کرده و با یه آدم واقعی داره صحبت میکنه؟ یعنی گذشته همچنان در یک دنیای موازی شبیه تئوریی که در کتابم گفتم پابرجاست؟ اگه واقعا به گذشته سفر کرده و با آدمهای واقعی اون زمان روبرو شده، پس باید بتونه تغییری در تاریخ ایجاد کنه، مثلا خبری از آینده به برخی افراد مهم بده یا بهشون بگه چیزی رو حکاکی کنن یا دفع کنن و امروز بتونیم اون چیز رو پیدا کنیم.
در صورتی که به عقیده من این اتفاقات شدنی نیست. یعنی نمیشه از این تاریخ چیزی رو به تاریخ کم یا اضافه کرد. بنابراین ارتباط واقعی نیست. یه کتابی هست به نام انسان در جستجوی معنا، منظورشون همینه؟ بله. نویسندهش ویکتور فرانکل. میگن همین. ترجمه شده تو ایران؟ بله، دانلودش هست. و این کتاب آقای حلاج بزرگ چه آگاهی به ما میده؟ باعث میشه اول خودتون رو بشناسید، بعد جهان پیرامونتون. تفسیرها و توجیهات و تئوری‌های ماورایی زیادی برای این نوع اتفاقات در هیپنوتیزم وجود داره، اما بهترینش چیزی است که در ادامه گفته میشه. بخشی از اون جنبه مادی داره و بخشش جنبه فراروانی و متافیزیکی. ازت اطلاعات میخوام. خب نمیشه که مثل علی بابا من اصرار کنی که بهت اطلاعات بدم بعد دوباره برم گردونی تو چلاقه جادو. اما قبلش چند نکته رو باید برای روشن شدن موضوع بگیم. اول اینکه اطلاعاتی که افراد مختلف در حالت هیپنوتیزم میدن با هم فرق میکنه، یکی دانشش بیشتره و دیگری کمتر. به این نکته توجه کنید، تجربیات همشون با هم برابر نیست. کسی که مطالعات بیشتری داره نسبت به یک بیسواد اطلاعات بیشتری در حالت هیپنوتیزم میده. دوم اینکه ما میدونیم که در حالت هیپنوتیزم دسترسی به ناخودآگاه و حافظه به طور کامل برقرار میشه و شخص میتونه چیزهایی رو به یاد بیاره که روزی جایی دیده و در حالت عادی ممکنه به خاطر نیاره. یعنی ممکنه شخص 40 ساله‌ای رو هیپنوتیزم کنیم و اون رو به کلاس اول ابتدایی برگردونیم و بهش بگیم روی دیوار کلاس رو نگاه کن و بگو چی میبینی. اون ممکنه پوستری رو با جزئیات برامون توصیف کنه که اکثر اوقات سوژه کاملا درست میگه. در واقع وقتی گوش شما چیزی رو میشنوه یا چشمانتون چیزی رو میبینه، اون در ذهن شما ثبت میشه، اما یادآوریش برای شما مشکله. که در حالت هیپنوتیزم این امکان وجود داره که یادآوری به طرز فوق‌العاده قوی بشه. پس توجیه این پدیده اینه که فرد به ناخودآگاهش دسترسی پیدا کرده و اون اطلاعات رو داره از ناخودآگاهش بیرون میکشه. باورهاش هم قاطی این اطلاعات ممکنه بروز بده. شما نمک بریزید خب و گردن برید دوش، این باعث چی میشه؟ پاکسازی کل بدن؟ بله. حالا که الان وان، کسایی که اگر وان ندارن فقط نمک رو توی یه ظرفی بریزن و بعد دوش نمک بگیرن بریزن رو سر خودشون، اونم خوبه ولی وان بهتر. ولی یه سری اعضای بدن رو باید نمک بذارید. من در کامنت ها دیدم که عده‌ای گفته بودن هرچه سوژه گفت اطلاعاتی بود که در اینترنت وجود داره و چیز جدیدی نگفت. به نظر منم 99% مواقع همینطوره. در واقع همه ما کم و بیش در مورد مسائل مختلف از جمله تاریخ مطالبی خوندیم و برنامه‌ای تماشا کردیم. همه اون اطلاعات در ناخودآگاه ما وجود دارن. در حالت بیداری ما فکر می‌کنیم که چیز زیادی از تاریخ نمی‌دونیم، اما در حقیقت اطلاعات عظیمی از تاریخ در مغز ما ذخیره شده. تمام دروسی که در مدرسه ازشون متنفر بودین و الان چیز زیادی ازش به خاطر نمیارین در حافظتون وجود دارن. تا جایی که ویدیوها رو بررسی کردم این نکته هم در اون اجرا وجود داشت که تلقین مثبت روی سوژه انجام میشد. وقتی به سوژه گفته بشه که الان با یه فرازمینی روبرو میشه، اون این تجربه رو در ذهنش ایجاد میکنه. در همون ابتدای هیپنوتیزم کردن یک نفر هم در زمانی که هنوز هیپنوتیزمش عمیق‌تر نشده، معمولا بهش میگیم چیزی رو تصور کنه. مثلا تصور کنه که در ساحل در حال قدم زدنه یا تصور کنه رانندگی میکنه. وقتی این بهش گفته میشه چنین تجربه‌ای در ذهنش مجسم میشه. پس در مراحل عمیق‌تر هیپنوتیزم هم وقتی بهش میگیم الان برو و خیمه دشمن رو پیدا کن، این تجسم رو براش داریم میسازیم. کابوک هم در کتابش به این نکته اشاره کرده. کابوک میگه من یک نفر رو هیپنوتیزم کردم و بهش گفتم زندگی قبلیت رو به خاطر بیار. اون گفت الان پرنده هستم و پرنده بودنش و احساسش رو توصیف کرد. کابوک میگه من مطمئن نیستم که آیا واقعا زندگی قبلیش رو به یاد آورد
یا چون من بهش گفتم که زندگی قبلیت رو به خاطر بیار، به نوعی تلقین دستوری در ذهنش ایجاد کردن. شاید مورد دوم درسته. البته این موضوع مناقشه برانگیز هم هست و هنوز به طور کامل حل نشده، چون در مواردی مثلا بعضی پرونده های مراجعه کنندگان سیلویا براون افرادی بودند که مشکلات زندگیشون به هیچ وجه توسط هیچ کسی و هیچ روشی حل نشده بود، اما با یادآوری زندگی قبلیشون از طریق هیپنوتیزم مشکلاتشون به طور معجزه‌آسایی حل شد. اما در مورد تجربیاتی که مثلا به سوژه گفته میشه الان تو رو به زمان مغول ها میبرم و اونجا با یکی صحبت کن، سوژه اینو تجسم میکنه و یه فردی هم که جزء مغول ها باشه در تصوراتش میسازه. تجسم در حالت هیپنوتیزم بسیار قویه و با واقعیت برای فرد هیپنوتیزم شده فرقی نمیکنه. مثلا وقتی به کسی در حالت هیپنوتیزم یک لیوان آب بدیم و بگیم این مشروبه، اون شخص بعد از خوردن آب مست میشه. این موارد توسط اساتید مختلف و معتبر امتحان شده. چیزی که گفته شد توجیه علمی و مادی ماجراست، اما بخش متافیزیکی ماجرا کجاست؟ خسته نباشی دکتر. با وجود اینکه ما داریم خودمون براش چنین تجربه‌ای رو ایجاد می‌کنیم، اما گاهی سوژه اطلاعات دقیقی بهمون میده که قبلا ازش خبر نداشته. این اتفاق به ندرت رخ میده. مثلا یک بار جمالیان تعریف می‌کرد که یک نفر رو هیپنوتیزم کرده و روحش رو به خونه مادری جمالیان در یک شهر دیگه فرستاده. بعد از سوژه پرسیده که الان چه می‌بینی؟ سوژه میگه همه لباس مشکی پوشیدن و دارن گریه می‌کنن. بعد از پایان هیپنوتیزم جمالیان نگران میشه و با خانوادش تماس میگیره و میگن یکی از فامیلاشون فوت کرده و براش مجلس عزا گرفتن. از این اتفاقات در هیپنوتیزم گاهی پیش اومده. بنابراین صحبتم اینه که بعضی وقتا سوژه حرف جدیدی میزنه یا چیزی رو میگه که ازش خبر نداشته. این طبق دیدگاه متافیزیکی ما مربوط به قدرت‌های سایکیکه که در حالت هیپنوز و خلسه تقویت میشه و امکان بروزشون بیشتره. در سطح جهانی هم آزمایشاتی در این باره انجام شده. معمولا اگر عده‌ای در حالت بیداری در آزمایشات تلپاتی یا دوراگاهی شرکت کنن، نتیجه‌ای که میگیرن کمتر از زمانیه که در حالت هیپنوتیزم اون آزمایشاتو انجام بدن. چیزی که گفته شد قوی ترین پاسخیه که کمترین ایراد بهش وارده. تئوری‌های مختلفی وجود داره، مثل ارتباط با روح جمعی، ارتباط با روح مردگان، سفر در زمان و خارج شدن از بعد زمان و مکان، ارتباط با جن و موجودات ماورایی و چیزهای دیگه. اما به همه این تئوری‌ها ایرادهای مهمی وارده و میشه با تست‌هایی اون تئوری‌ها رو زیر سوال برد. ما همیشه به سراغ پاسخ‌هایی میریم که کمترین ایراد و تناقض رو داشته باشن، نه اینکه بیشترین نزدیکی رو به میل درونیمون داشته باشن. حالا این مسیر رو به سختی عبور کنه تا دوباره در مسیر درست قرار بگیره؟ بله. پس چرا گاهی اوقات ارواح یادشون نمیاد که چه سختی‌هایی کشیدن؟ به خاطر اینکه یادش بیاد دوباره میاد تا همون. پس نسیان و فراموشی انسان به خاطر اینه که یادش نیاد. وگرنه اگه شما یادتون میومد زندگی قبلی چی بودی، این کارا رو از اول انجام نمیدادید. در مورد اجراهای آقای خسرونژاد باور ما اینه که انجام این دست آزمایشات مفیده، اما به اطلاعاتی که به دست میاد نباید به صورت قطعی ایمان پیدا کرد و باید نتایج رو مورد بررسی قرار داد. مثلا کسی که معتقده یونان قبلا جزو خاک ایران بوده، در حالت هیپنوتیزم ممکنه این باورش رو بروز بده. یا کسی که معتقد فرازمینی ها وجود ندارن، در حالت هیپنوتیزم ممکنه با افراد سری در ناسا یا دولت صحبت کنه و اونا بگن که فرازمینی ها دروغ هستن. یعنی حتی اگه خود هیپنوتیزور مستقیماً با سوالی که مطرح میکنه سوژه رو وادار به داشتن اون تجربه نکنه، باز هم ممکنه اون شخص بر اساس باورهاش چیزی رو بیان کنه.
پس این ماتریکس متعلق به زمین هست. یک تعریف از ماتریکس به ما بدید، اگر انواعی داره انواعش رو بگید به زبان ساده برای شما. بله. یعنی راحتی و سختی زندگی، قسمتی که دوست داره به یه روند ساده جلو بره، اتفاق وسطش نیفته و تا آخر اون راحت باشه. یعنی هر کدوم از این دو تعریف یک ماتریکس محسوب میشن؟ بله. خوش آمدین. یعنی هر کسی که دنبال یک زندگی راحته و میخواد یک آرامشی رو تا آخر عمرش داشته باشه در یک ماتریکس گیر میکنه، و اونی که در این زندگی تکاپو میکنه، تلاش میکنه که پیشرفت کنه، اون هم یک جور ماتریکسه؟ ما میدونیم که باورها در حالت هیپنوتیزم هم میتونن بروز پیدا کنن. برخی از تناقضات هم به همین خاطر در این ویدیوها وجود دارن. مثلا یک نفر در انتقاد به ویدیوهای خسرو نجات گفته بود که چرا نفر دیگری که هیپنوتیزم کردید گفت از فرازمینی ها در ساخت بناهای باستانی استفاده نشده، اما چرا این یکی میگه استفاده شده؟ بنابراین به همه اطلاعاتی که سوژه در حالت هیپنوتیزم به ما میده نمیشه اعتماد کرد و در مرحله بعدی تحقیق و بررسی باید انجام بشه. از نظر من اینها فقط دیتا هستند و از این نظر میتونن ارزشمند باشن، اما نباید به عنوان نتیجه گیری و حقایق مسلم پذیرفته بشن. شما هم اگه نظر یا تجربه‌ای در این زمینه دارین در کانال یوتیوب اسرار ماورا مطرح کنین. همچنین لطفاً ویدیوها رو لایک کنین و به اشتراک بذارین تا به تداوم فعالیت‌های ما و گسترش اونا کمک کرده باشین.